تمام ایران. الان عزیزم، من آریان وطن‌خواه هستم، در شهر کاشان در ایران عزیز به دنیا آمدم و 33 سال در امریکا دارم زندگی میکنم. در ایران کار اولم در بانک ملی ایران بوده و بعدا در بانک تجارتی ایران عرب کار میکردم. تحصیلات دانشگاهی من لیسانس ادبیات انگلیس دارم از مدرسه عالی ادبیات در تهران. در بانک ملی ایران سمت رئیس شعبه داشتم، در بانک ایران عرب مسئول شعبه بزرگی از بانک بودم در تهران و در ارتش شاهنشاهی ایران خدمت کردم و در سال 1980 مقیم امریکا هستم و 33 سال در مملکت دارم زندگی میکنم. در شهر اولی که من زندگی میکردم، هیوستن تگزاس، من در بانک کار کردم و رشته اصلی من چون در بانک بوده و پوزیشنی که در بانک فدرال سیوینگ بانک داشتم سینیور وایس پرزیدنت بانک بوده و بعد من خودم رو منتقل کردم به کالیفرنیا. یه مدتی برای کامرشال سنتر بانک در بیولی هیلز کالیفرنیا کار کردم و بعد برای موبایل اول کورپوریشن کار کردم و الانم یه بیزینس شخصی خودم دارم اداره میکنم. من یک مبارز سیاسی هستم، طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی هستم و متاسفانه این برای که بر سر کشور ما اومده و 33 سال گذشته، من دارم سعی میکنم به نوبه خودم به عنوان یک سرباز، به عنوان یک مبارز کاری برای کشورم انجام بدم. 3 سال قبل تلویزیون برپا کردیم به نام تلویزیون آریامر. متاسفانه مشکلات داخلی بسیار زیادی بود، من ناچار شدم اون شاددانش بکنم و یک ریورگانایزیشن کاملی انجام بدیم. تلویزیون از تقریبا 10 ماه گذشته شروع به کار کرده. یک سری میان پرست به نام تلویزیون ایران آریایی شروع کردیم به مبارزه. هدف ما براندازی جمهوری اسلامی است و شاهزاده رضا پهلوی به نظر من شهریار ایران، یک فرزند مبارز ایران هستند، ولی الان نو حکومت هستن برای ما مطرح نیست. فقط ما داریم سعی میکنیم آگاهی به داخل ایران بدیم. این نسل جوانی که اومد به صحنه و مرگ بر خامنه ای گفت و اون رو یک قاتل دونست باش هم صدا و همراز بشی برای کشور کاری بکنیم. این یک مبارزه واقعا رو در رو است. ما خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستیم و کاری که داریم انجام میدیم فقط یک مبارزه جدیه. با هیچ کس هم شوخی نمی کنیم. متاسفانه یک سری رسانه ها، یک سری شخصیت هایی که آمدن نتیجه نگرفتن، ولی ما باید کاری که میکنیم با مردم ایران به خصوص نسل جوان در تماس باشیم. اونها هستن که این رژیم پایین میکشن و ما چاره دیگه غیر از این نداریم که با اونها ارتباط برقرار بکنیم. این ارتباط از طریق رسانه میشه انجام داد. رسانه که الان ایران آریه داره این کار میکنه، مستقیما در 8 ماه داریم با ایران به ایران داریم پخش میشیم از طریق یوترسد و عده زیادی از جوانان ما پیدا کردن با ما صحبت میکنن. من از خودم بگم، من باور کن اصلا سخنگو نبودم، سخنبرم نیستم، هیچ ادعایم ندارم، ولی یک میهن پرستم. من میدونم در گذشته در ایران عزیزمون چی داشتیم و الان چی داریم. تمام ستون فقرات فکری من این هستش که با مردم وقتی صحبت میکنم بهشون بگم ما چه داشتیم. وقتی این صحبت رو دارم میکنم، ما غرور، افتخار، بزرگی، آزادگی، افتخار در سر تا سر جهان داشتیم. و اون زمانی بوده که اعلیحضرت در ایران پادشاه ایران بوده، پدر مردم ایران بوده. و الان وقتی فکر میکنم که ما چی داریم جز سرافکندگی و واقعا به عنوان تروریست شناخته شدن و سطح دنیا کش آدمان شدیم که آواره این و همیانه ما در کشور گرفته شدن، چی دیگه نداریم و چه باید کرد؟ من مرتب این پیام رو از طریق برنامه‌های تلویزیون خودم، چه در تلویزیون آریامر و چه در تلویزیون ایران آریایی که مسئولیت اون رو به عهده دارم، دارم با ایران صحبت می‌کنم. باید با هم متحد بشیم. تا زمانی که این اتحاد انجام نشه، همون صحبتی که شاهزاده رضا پهلوی 30 سال پیش اومد گفت، امروز فقط اتحاد ما این کارو نکردیم، کشور ما به این نابودی کشته شده. اگر ما اتحاد رو با هم انجام بدیم و با هم متحد بشیم، فرق نمی‌کنه شما طرفدار جمهوری هستین یا طرفدار پادشاهی، مصدقی هستین یا مجاهد هستین یا کمونیست، الان باید کشور رو آزاد بکنیم. همونی که شاهزاده میگن، بعد از فروپاشی رژیم مردم پای صندوق‌های رأی تصمیم میگیرن که چه نوع حکومتی برای خودشون میخوان. من به عنوان یک ایرانی چون یک رأی دارم، من طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی هستم. اگر که طرفدار جمهوری از رأی به جمهوری میده، من هیچ مشکلی باش ندارم، ولی اکثریت اگر جمهوری ها آوردن، من احترام به اون رأی میذارم، همونطور که در تمام دنیا هست. و هم توقع هم داریم اگر طرفدار نظام پادشاهی اومدن رأی آوردن و شاهزاده شاهنشاه پارلمانی ایران بود، به همین طریق اون کسی که جمهوری خواه هست قبول
بکنه و همه متحد با هم ایرانی که واقعا 33 سال داره ویران میشه و ما همه چیزو از دست دادیم دوباره همه با هم بسازیم. فرق نمیکنه پادشاهی هستی یا جمهوری خواه هستی، ایران متعلق به تک تک مردم ایران هست. هر کس برای خودش دین متفاوت، دید متفاوتی داره، اون مسئله به خودش هست. ولی زمانی که صحبت از مملکت میشه، صحبت از اداره مملکت میشه، فرق نداره. در امریکا به همین طریق هست، حزب جمهوری خواه هست، اسم دموکرات هست. ولی موقعی که انتخابات تموم شد، رئیس جمهور شد، همین ایران زیر یک چتر برای ساختن امریکا. من امیدوارم در فردای آزاد ایران که من باز هم امیدوارم به زودی به دست مردم انجام بشه، برای که موقعیت در کشور ما ایجاد شده، ایجاب میکنه که تمام بیان زیر یک چتر برای ایران صحبت بکنن، مسئله نوع رژیم مطرح نباشه و ما بتونیم با یک ایران آزاد، یک سری هم میهن که میهن پرست هستن و خوشبختانه در سطح دنیا نالج بسیار زیادی برای اداره کشور در فردا خواهند داشت، اونو در ایران به کار ببریم و به سرعت این خسارت 34 ساله که به کشور ما و به خاطر وجود این حکومت جنایتکار ایجاد شده بتونیم ایران رو دوباره بسازیم، برگردیم به غرور افتخاری که داشتیم و از ما گرفته شده. راهی دیگری من به جز اتحاد ما به خصوص در داخل ایران نمیبینم. ما باید مردم رو به صحنه بیاریم، به صحنه بیاین و رژیم به پایینش بکشن. من بر صورت این توضیح بود که برای خودم میتونستم بدم. من توقعم بر این است که هر ایرانی احساس مسئولیت بکنه، احساس میان پرستی رو در خودش اگر این مقدار ضعیف شده به خاطر دوری از وطن یا اینکه احیانا رویشون رو باختن، قدرت بهش بده بگه اینا مال ما نیستن، ایران متعلق به تک تک ملت آریایی ایرانه. من کلمه رو بارها تکرار کردم، در اینجا هم باید تکرار بکنم، ما یک ملت آریایی هستیم، طرفدار گفتار دار و اندیشه نیک هستیم و باید سعی بکنیم با این مرام به جلو بریم و این عرصه بسیار پرقدرتی است که در مقابل جمهوری اسلامی میشه بلند کرد. اونها طرفدار کشت و کشتارن، ما طرفدار صلح و دوستی مسالمت آمیز و روابط با تمام کشور هستیم. سپاس از اینکه وقت گذاشتین به سخنان این واقعا ایرانی مبارز که افتخار میکنم که ایرانی هستم توجه کردین. بهتون بدرود.